آمریکا بیش از همیشه دوپاره شده، این را بسیار از کارشناسان بعد از اعلان نتایج انتخابات اخیر آمریکا گفتند. اما نتایج انتخابات کنگره آمریکا چه تأثیری بر زندگی ما و شما دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. ترامپ این توانایی را دارد که دائم همه را شوکه کند. همین دیروز در کاخ سفید با خبرنگاران حرفش شد. خبرنگار CNN را به شدت کوبید و از کاخ سفید اخراج کرد. میگوید برنده انتخابات میان دوره‌ای بوده. تا حدی هم این حرف درست هست. حزب او سنا را برده. اما از سوی دیگر دموکرات‌ها موفقیت‌های دیگری در مجلس نمایندگان به دست آوردند. به این صورت حالا کنگره دیگر یک دست در اختیار دونالد ترامپ نیست. او برای تصویب بودجه و بعضی دیگر از اقدامات نیاز به رأی مجلس نمایندگان دارد، اما بسیاری دیگر از تصمیماتش را میتواند تنها با هماهنگی سنا پیش ببرد. با وجود این، مجلس نمایندگان میتواند برای او در یک زمینه مشکل جدی ایجاد کند. نمایندگان میتوانند جدیتر بحث احتمال تبانی ستاد او با روسیه را در زمان انتخابات پی بگیرند، موضوعی که به طور بالقوه میتواند او را دچار مشکلات عمده کند و نشانه‌هایی هم هست که او از همین الان نگران است. مثلا جف سشنز را بلافاصله بعد از اعلان نتایج به استعفا مجبور کرده. وزیر دادگستری‌اش که حاضر نبود در این بحث دخالت کند. جانشین او کسی است که به این تحقیقات اعتراض داشته. چرا این برای ما و شما مهم است؟ ممکن است که با بالا گرفتن این تحقیقات او از کارهای دیگر منفک شود. نتایج انتخابات کنگره آمریکا چه تأثیری بر زندگی ما و شما در نقاط مختلف جهان می‌گذارد؟ به دنبال پاسخ این سوال هستیم. امروز از واشنگتن سه مهمان داریم: آرش قفوری، تحلیلگر کارزارهای انتخاباتی آمریکا، آرتا موینی، کارشناس سیاست بین الملل و مدرس اندیشه‌های سیاسی در دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن، عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا از واشنگتن، و همینطور خانم یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد دانشگاه اکسفورد از همین شهر مهمان ما هستن. خوش آمد میگم به همه شما مهمانان. آقای قفوری، شما این عدد و رقم ها رو میشناسید؟ شما برای ما بگید بالاخره برنده این انتخابات که چون هر دو طرف ادعا میکنن که اونها برندن. هر دو طرف به یه حدی درست میگن. ببینین، توی انتخابات پیروزی دموکرات ها اتفاق غیر معمولی نبوده. اگر اتفاقا برنده نمی‌شدن دموکرات ها غیر معمول بود. ما از سال 1946، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، که تقریبا داده‌های اطلاعاتی داریم، آمار ارقامی که میتونیم دیتاهای انتخابات رو مدل بکنیم، یعنی فارغ از حالا کی برده کی برد باخته، در مورد شاخص اقتصادی و موارد شبیه این، مقایسه دیستریکت ها و موارد شبیه این، فقط دو بار بوده که در انتخابات میدترم، یعنی در انتخاباتی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری نیست، حزب رئیس جمهور تونسته کرسی‌های بیشتر از دور قبل به دست بیاره. یکی سال 1998، یکی هم سال 2002، این زمان بیل کلینتون و زمان جورج بوش، که هر دو هم دلایل خاص خودش رو داره. به خصوص برای جورج بوش، بعد از حوادث 11 سپتامبر و جاب اپرووالی که بوده 94% بیشتر این حد در بین رؤسای جمهور در بعد از حوادث 11 سپتامبر داشت. به خاطر این خیلی چیز عجیبی نیست که حزب رئیس جمهور در انتخابات بازنده بشه. ما موردای مشابهش رو برای دو رئیس جمهور قبلی، آقای باراک اوباما و آقای بیل کلینتون، هر دو دموکرات داریم که با مراتب با رقم‌های بسیار بالاتر هم باختن انتخابات رو. باراک اوباما حدود 64 تا کرسی از دست داد و بیل کلینتون سال 94، البته حدود 57. به خاطر این امر عجیبی نیست. اما از اون طرف رأیی که دموکرات‌ها، ببخشید، جمهوری‌خواه تو سنا به دست آوردن، حدود 4 تا ایالتی رو که در اختیار دموکرات ها بود، به خصوص ایالت فلوریدا رو که سناتور نلسون باخت به گاورنر اسکات، اونجا شکست خوردن، هرچند که نوادا رو به دست آوردن، این وضعیتی که تو سنا به دست آوردن براشون وضعیت مطلوبی نیست و به قول معروف هم هر دو طرف میتونم بگم ما بردیم و موفق بودیم. آقای صمد، به نظر شما تا کجا میشه واقعا این رو یک وضع عادی دونست؟ با توجه به آمار بالای شرکت کنندگان در این انتخابات، تعداد شرکت کنندگان رکورد زد. بله، آمار بالا عادی نیست، چون در چنین انتخابات که در میان دو انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیره،
عموما تعداد کمتری از امریکایان سهم میگیره، ولی این بار من فکر میکنم که شکل واکنشی داشت و عکس العملی بود از جانب مردم امریکا در صفوف مختلف علیه پالیسی ترامپ و به طرفداری از پالیسی ترامپ. وضع امریکا اصلا عادی نیست. من فکر میکنم که از داخل که ببینید یک جامعه است که امروز با مشکلات زیادی که در 3-4 دهه اخیر کسانی که اینجا زندگی کردند با آن مواجه نبودند، حالا دیده میشه که در جامعه امریکا یک اندازه تقسیمات از لحاظ نژادی و از لحاظ جنسی و از لحاظ مفکوروی و اینا وجود داره که در گذشته به اصطلاح روکش نکرده بود و تحت شعاع قرار داشت. فعلا حالا ما میبینیم که در از بیرون امریکا هم سوال های زیادی در مورد تعهدات امریکا با همپیمانان گذشتهش و همپیمانان فعلیش، موضوعات و قضایایی که امریکا از لحاظ سیاست خارجی با آن علاقمند است و روشی که آقای ترامپ مخصوصا ارتباط با موضوعات سیاست امنیتی و خارجی امریکا در اینا همه یک حالت غیر عادی ده رو نمایی. آقای معینی، من همزمان بگم که ما یه مشکل تصویری داریم با خانم میزر، باید این مشکل حل بشه، بعد من سراغ خانم میزر هم میرم برای صحبت، ولی میخواستم از آقای معینی بپرسم که آقای معینی، حضور زنان و همینطور اقلیت‌ها در این انتخابات چشمگیر بود. بسیاری معتقدند که رکورد بود در تاریخ معاصر آمریکا. به نظر شما دلیل اون چی هست؟ آیا میشه دلیل اون رو در نگرانی این گروه‌های اجتماعی از در واقع وضعیتی که آقای ترامپ ایجاد کرده دونست یا نه؟ خب بله، یه خشم خاصی در مخالفت با ترامپ و سیاست‌های اون به وجود اومده نسبت به در بعضی از این گروه‌ها، در اقلیت‌ها، در زن‌ها، و این باعث شده که خب خیلی از این گروه‌ها واقعاً انرژی تازه‌ای بگیرن و به صحنه انتخاباتی بیان و به پای صندوق‌های رأی. خب بعد دموکرات‌ها و لیبرال‌ها هم کلاً روی این قضیه شرط بسته بودند و دنبال این بودند که از این قضیه استفاده بیشتر و بهینه‌ای ببرن، ولی من در این حال فکر می‌کنم که سیاست‌های هویتی که به عنوان آیدنتیتی پالیتیکس در از سوی دموکرات‌ها مطرح میشه از یک لحاظی هم به همون شکاف دامن میزنه و باعث میشه که از اون سمت جمهوری خواه ها بتونن دموکرات ها رو به عنوان طرفداران غیر آمریکایی ها، اقلیت ها و اشخاصی که در واقع از ما نیستن، از بیرون هستن معرفی کنن و این باعث میشه که در راستای سیاست اصلی ترامپ که با اون مطرح شد که سیاست مهاجرت غیرقانونی است و در این قضیه بود که هواداران و پایگاه خودش رو پیدا کرد، این قشنگ روی همون قضیه مانور میده که آقای پرزیدنت ترامپ روی اون در واقع دوست داره که به این سمت پیش بره. و آقای معین، این گزاره رو شما قبول دارید؟ چون خیلی این روزهاش میشنویم این رو که آمریکا بیش از هر زمان دیگری دوپاره شده و این در واقع طیف‌های خاکستری میانه کما بیش از بین میرن و بیشتر به دو سوی طیف رانده میشن. 100% همینطوره. من یه نکته‌ای که باید اشاره بکنیم بهش این هستش که البته به اعتقاد من ترامپ یک در واقع پیامد و بازتاب یک دو قطبی شدن فرهنگی و اجتماعی آمریکاست. یعنی ترامپ این شکاف ها رو به وجود نیاورده. ما بسیاری اوقات اینو میشنویم که ترامپ باعث این شکاف ها شده. بله، ادبیات ترامپ خب در بسیار سنگین هست، توهین‌آمیز هست، حتی جنجالی و بحث برانگیز هست، اما آمریکا یک جامعه است که ما در امروز در دو قطب مختلف رو داریم و دو مدل زندگی مختلف، دو سبک زندگی مختلف، دو مدل ارزشی گوناگون و اصلا این سبک زندگی ها به گونه‌ای متفاوت هست که خیلی از این
در واقع قبل از اینکه هواداران سیاسی حزب دموکرات و جمهوری خواه بشن، اینها با هم مثلا معاشرتی ندارن و دنیا رو در دید خودشون میبینن و همین هم باعث میشه که این در واقع منعکس کننده صدای خود باشن و هر کسی بلندتر بر طبل خودش بکوبه و این یه مشکلیه، برای اینکه انسجام ملی رو در نهایت از بین میبره. و این شما اگر نگاه کنید 40 سال گذشته بیشتر و بیشتر ما نگاه کنید 50-50 هست رأی ها و شما نمیتونید یه کشور رو گاورن کنید، دولت مردی کنید، وقتی که همواره دولت شما و همواره سیاست و در هر موضوعی در واقع مورد نزاع و کشمکش هست و هیچ شما واقعا به سختی میتونید مسئله ای رو پیدا کنید که هر دو سود با اون مثلا مشترک باشن. بله. خانم میزان، نظر شما چی هست؟ آیا این اتفاق، این که در واقع جامعه آمریکا یا اصلا سیاست آمریکا به هر گونه که بخوایم تعبیرش بکنیم دو شقه شده، این به نفع دموکراسی در آمریکاست یا نه؟ مشکله، به خاطر اینکه بیان ترامپ در برخورد به این مسئله رو حادتر میکنه. از جنبه درست میگن مهمان شما که در حقیقت این تقسیم وجود داشته، نمیشه گفت تقصیر ترامپ بوده، او منفعت برده از این قضیه و این تقسیم یک جنبهش تا حدی جلو نرفت دن اوضاع اقتصادیه. یعنی اگرچه اقتصاد امریکا از بحران 2008 خارج شده و از بهتر شده غیره، ولی مردم عادی این رو حس نمی کنن در درآمد روزانه. ادهی حس می کنن ولی روی هم نیست و این یک شکاف عمیق ایجاد کرده. از طرف دیگه خب اقتصاد قبلی هم مفید نبوده برای خیلی و این تفاوت طبقاتی که پیش اومده حادتر کرده این قضیه رو. من فکر میکنم یه مشکل دیگه شاید درک امریکایی ها از موقعیت خودشون در سطح جهانه. شکی نیست که ایالات متحده همچنان ابرقدرت هژمون دنیاست، ولی رقبایی در صحنه پیش اومدن به طور مشخص چین که اگرچه شاید دهه ها شاید یک قرن فاصله دارن با ایالات متحده، ولی خصوصیاتی که دولت و مردم نشون میدن خصوصیات ابرقدرتی است که به آینده خودش مطمئن نیست، 100% مطمئن نیست. آقای غفوری، میان صحبت آقای معین شما سرتون رو تکون میدادیم، میخواین اینجا اظهار نظر کنین راجع به این موضوعی که الان صحبتش بود، یا من یه سوال دیگر هم میخوام اضافه بکنم، اون که حالا به هر حال این نتایجی هست که ما باهاش روبرو هستیم، تأثیر اون روی سیاست داخلی آمریکا چه هست و بعد روی سیاست خارجه؟ نمیدونم سرمان تکون دادم دلیلش بود، ولی من در مورد این بحث اقتصادی نکته رو فقط قبل از اینکه صحبتتون رو بکنین بگم. نکنین اقتصاد آمریکا رو برخلاف اینکه گفته شد که اقتصاد خوب نیست و چیزهای شبیه این به قول معروف مردم حس نکردن، ببینین نکنین توی نظرسنجی های انتخاباتی برای اولین بار بعد از سال 2006-2007 توی امریکا اقتصاد مهمترین موضوعی که رای دهندگان بر اساس اون تصمیم گرفتن رای بدن نبود، یعنی به قول معروف ایشو یا مسئله رای دهندگان نبود. خدمات درمانی بود، درسته؟ خدمات درمانی، مهاجرت، بحث مهاجرت، بحث این که آمریکا باید متحد باشه و چیزهای شبیه، یعنی اقتصاد اومده بود تو ردیف 3 و 4 و 5. حتی عملکرد رئیس جمهور از لحاظ اقتصادی مورد بالای 68-70% مردم موافق بودن. حالا شما چه با ترامپ مخالف باشین، چه موافق باشین، دموکرات باشین، جمهوری خواه باشین، این مسئله این که اقتصاد میاد پایین لیست معنیش اینه که دیگه اون مسئله ایشویی که مردم فکر میکنن باش با مشکل مواجه هستن نیست. درسته. ما الان رشد اقتصادی 3.7% تو آمریکا خیلی خوبه بعد سال 2002-2003 که رقم بالاتری، ما 4.5 هم بالاتر زمان بیل کلینتون داشتیم، یا نرخ بیکاری زیر 4%، 3.7%، بازم رقم بسیار خوبه. این از این منظر میگم که اقتصاد مسئله نبود توی انتخابات امسال.
در مورد سوال شما که پیش از اینکه شما برید سراغ اون موضوع بزنید، خانم میزا اینجا صحبت دارم بفهمم بعد برید سراغ بفهمم. ببینید مسئله این نیست که مردم راجع به این رو در کدوم رده قرار میدن، مسئله اینه که در کل پیدایش این تفاوت که حتی به قبل از انتخاب شدن ترامپ برمیگرده، نگرانی از نوع کار در ایالات متحده فرق کرده و در نتیجه ممکنه حتی کسی بیان نکنه که مسئله اقتصادی مهمترین مسئله، همینی که مسئله بهداشت رو میگه در حقیقت داره میگه نگرانی از آینده بهداشت با توان اقتصادیه، ولی مسئله اصلا این نیست. مسئله اینه که این شکاف چرا پیش اومده و یک دلیلش میتونه تفاوت‌های طبقاتی باشه. صحیح. بفرمایید آقای غفوری. این که خب گزاره خیلی کلیه. یک دلیلش میتونه تفاوت‌های طبقاتی باشه. ولی تو انتخابات امسال همونطور گفتم خیلی به اون معنی تاثیرگذار، یعنی به عنوان ایشوی علیه حزب غالب که حزب رئیس جمهور نبود. بله. آقای معینی شما هم می‌خواستید چیزی بگید، بفرمایید. بله، من در تایید حرفای آقای غفوری بگم که خب 100% این یک اتفاق عجیب بود که اقتصاد به عنوان اصل اول در انتخابات که همیشه مطرح هست مطرح نبود و این به نظر من شکاف‌هایی که در آمریکا وجود داره، این که ما دو آمریکای متفاوت داریم. ببینید بعضی موقع در کشورهای دیگه این نگاه به آمریکا میشه که انگار آمریکا یک کشور یک پارچه و متحد هستش. در طول تاریخ آمریکا اینگونه نبوده و همونطور که شما مثلا جنگ داخلی و سیویل وار آمریکا رو دارید، یک سبک زندگی متفاوت از اول شاید 10 سال بعد از اینکه مؤسسین آمریکا کشور رو تأسیس کردن به دلایل حالا بردهداری شکی بود و در ایالت‌های جنوبی و همین طور بیاید تا به امروز، شما می‌بینید که ما می‌تونیم اینو به صورت تاریخی ببینیم که ما دو آمریکای مختلف داریم و امروز هم این دو حزب حالا به نام جمهوری خواه و دموکرات سعی می‌کنن که هر کدومشون به یکی از این یا آن یکی در واقع اپیل کنن و با اونها سعی کنن که اونها رو دور خودشون جمع بکنن. دموکرات ها کاری که در این زمینه کردن سعی کردن که اقلیت ها رو همه رو دور هم جمع بکنن و یک ائتلاف بزرگ رو درست بکنن و از اون سمت جمهوری خواه ها سعی کردن که با بزرگترین اقلیت سفید پوست باشه برنامه‌شون رو جلو ببرن. اما بر دو قطبی شدن ساختار سیاسی آمریکا نشأت گرفته از وجود دو فرهنگ متفاوت هستش که اینها اصلا نمیتونن همدیگر رو درک بکنن. و من چند روز پیش با کسی صحبت میکردم در که جزء سران آمریکا بود، یکی از چیزهایی که در پنتاگون دارن بهش نگاه میکنن به عنوان یک خطر و ریسک تجزیه و فروپاشی آمریکا هست. این به عنوان یک ریسک هست، یعنی نه اینکه 100% اتفاق میفته، اما در به عنوان یکی از ریسک های بزرگی که همونطوری که به چین یا روسیه نگاه میکنن در پنتاگون به خاطر این اختلاف نظرها در مناطق مرکزی متوجه شد. مثلا به طور مثال کالیفرنیا. بله. من برمیگردم باز آقای غفوری، میخوام همون سوال رو دوباره مطرح کنم که نیمه کارمون. بحث ما این هست که به هر حال الان نتایجی هست که ما باهاش روبرو هستیم. چقدر الان کنگره آمریکا برآیند این تصویری هست که آقای معینی به ما دادند از کل جامعه آمریکا؟ آیا واقعا میشه گفت که کنگره الان اساره فضیلت‌های ملت آمریکاست؟ کنگره اگه به معنای مجلس سنا و مجلس نمایندگان بگیرین، تقریبا همه توش نماینده دارن دیگه، یعنی هم جمهوری خواه تو مجلس سنا اکثریت دارن، دموکرات ها تو مجلس نمایندگان اکثریت خب دارن. معنای این چی هست وقتی که مثلا بله؟ آقای ترامپ معنای این چیه وقتی آمریکا مثلا آقای ترامپ میخواد یه کاری رو بکنه که نیاز داره کنگره باهاش همراه باشه، چطور معنا میشه این که یک مجلس هست نمایندگان؟ بله بفرمایید. آقای ترامپ مجبوره با کنگره، با به خصوص مجلس نمایندگان در موضوعات داخلی، بحثایی مثل بودجه، بحثایی مثل اون که اون داستانی که می‌خواست برای دیوار بین مکزیک و کشور آمریکا دیوار بکشه که
به نظر میرسه با این مجلس نمایندگان دیگه تقریبا امکان ناپذیر امکانش صفر خواهد بود. و چیزهای شبیه این، حتی بحث کات کردن تکس و بحث‌های شبیه این، بخش‌هایی از خدمات درمانی با مجلس نمایندگان آمریکا باید به توافق برسه. این چیزیه که به هر حال رئیس جمهوری که اکثریت رو نداره نمیتونه به صورت مشخص در هر کاری بتونه بکنه، اما از طرف دیگه نمیتونه فوق قدرت وتو کردن رو تا یه حدی داره دفعه اول، اما به خاطر اینکه اکثریت خیلی کامل نداره نمیتونه همیشه مجلس رو وتو بکنه. خب اینم به نفع دموکرات‌ها خواهد بود. از طرف دیگه به هر حال آقای ترامپ مشکلاتی خواهد داشت در مورد همون بحثی که شما اول مطلب عرض کردین، در مورد تحقیقاتی که در مورد ارتباط گفته میشه، در مورد ارتباط کمپین ایشون یا خود ایشون با روسیه در دوران انتخابات ریاست جمهوریش وجود داشته وجود داره. دموکرات‌ها حتما میرن روی اینکه بتونن تحقیقات گسترده‌تری رو در مورد ایشون داشته باشن، چیزی رو که مجلس نمایندگان جمهوری خواه در دور قبل در دو سال گذشته تقریبا سعی میکرد ازش دوری بکنه. این چیزهای شبیه این در مورد آقای ترامپ به قول معروف باید باشون دیل بکنه. یه نکته خانم نانسی پلوسی گفت بعد از برنده شدن تو انتخابات، این چیزیه که اصلا یکی از مبناهای دموکراسی آمریکاییه که بهش میگن چک و بالانس، این که رئیس جمهور از یه حزب کنگره، حالا مجلس نمایندگان یا مجلس سنا از حزب دیگه‌ای، و اینا همدیگه رو کنترل میکنن و چک میکنن، چیزی که آمریکایی‌ها حداقل در سالیان گذشته اینو نشون دادن که ترجیح میدن که دو حزب در قدرت رو، یک حزب قدرت رو در هر دو مجلس نمایندگان و سنا و ریاست جمهوری این قوه مجریه نداشته باشه، و اینم تبعات بعدش خواهد. آقای صمد، با توجه به این صحبت ها من امروز میخوندم در روزنامه های بیشتر طرفدار دموکرات ها که خیلی روی این موضوع تاکید میکردن، این قضیه تحقیقات در مورد تبانی با روسیه رو خیلی پررنگ میکردن و اینکه به زودی قرار هست که در این زمینه کارهایی صورت بگیره در مجلس نمایندگان. شما چقدر این رو جدی میبینید و فکر میکنید که چقدر ممکن هست که این واقعا کار دست آقای ترامپ بده؟ میبینیم که او و کاخ سفید هم به نوعی واکنش های نشون دادن که مشخص هست که نگرانند. یقیناً که نگرانند. از رفتار دیروز آقای ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی معلوم بود که نگران است و فکر میکنم تحت فشار قرار داره، و این فشارها در خلال دو سال آینده بیشتر خواهد شد، و موضوع قضیه روسها و مداخلهشون در انتخابات امریکا قضیه است که خب هم جنبه قضایی و عدلی و قضایی دارد و هم جنبه انتخاباتی و اقباطی، ولی این به این تعلق داره که چی اسناد مدارک تا حال جمع شده و از این اسناد مدارک چی نوع استفاده خواهد شد. دقیقا همین هست آقای صمد، همین دیروز و همون کنفرانس مطبوعاتی آقای ترامپ میگه که اینها مدت ها سران تحقیق میکنن، هیچی پیدا نکردن، اگه پیدا میکردن تا حالا به هر حال نتیجهش رو اعلام میکردن. در واقع داره میگه که اینها همه برای فقط صدمه زدن به او هست. خب دیده شده که چیزی هست یا نه، من فکر میکنم که آقای ترامپ اصلا نگرانیش از این هست که حتما چیزی باشه، چیزی خواهد بود. من فکر میکنم در خلال ماهای آینده این موضوع روشن خواهد شد. اگر چیزی نباشه حتما که به نفع جمهوری خواه تمام خواهد شد، به نفع آقای ترامپ تمام خواهد شد. حالا تمام توجه به 2020 است، یعنی تمام توجه هم دموکرات ها هم جمهوری خواه من فکر میکنم کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری از همین حال شروع شده در امریکا، و برای آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه سوال های زیادی رو فرارویشان وجود داره. موضوعات سیاست خارجی من فکر میکنم که امکان داره به صورت تکتیکی با بالایشان بیشتر تمرکز صورت بگیره تا از فشار داخلی کاسته شود، و این معمول بوده که هر گاهی که فشار داخلی در امریکا از لحاظ سیاسی بیشتر شده، اداره حاکم همیشه توجه را به طرف موضوعات سیاست خارجی چرخ داده، و خب در اینجا ببینیم که آقای ترامپ از کدام قضایای بین‌المللی استفاده ابزاری خواهد کرد، ولی یقینم که موضوعات شرق میانه، موضوع ایران، موضوع افغانستان در حد امکان دارد،
و موضوعات رابطهش با چین و موضوعات تجارتی از لحاظ تجارت بلی، اینا همه فاکتورهایی هستن که در دو سال آینده برایش توجه بیشتر خواهد شد. خیلی اشارات جالبی کرده آقای صمد، برای اینکه بحث ما رو در واقع به طور خلاصه جمع‌بندی کردید که ما راجع به چیا می‌خوایم صحبت کنیم. بحث مهم همین هست، اینکه آقای ترامپ الان که با این مسئله در داخل مواجه هست، آیا ممکن است از مسائلی مثل همون که اشاره کردید از ایران استفاده بکنه برای منفک کردن نظرات اونها، یا نه برعکس ممکن هستش که اینکه او درگیر اون مسائل میشه از ایران منفک بشه؟ خانم میزر، نظر شما چیه؟ پیشبینی اینه که آقای ترامپ چه کار میکنه خیلی مشکله، یعنی هر چیزی رو که فکر میکنی کار دیگه ای میکنه. احتمال داره که اولا در این دو ماهی که هنوز کنگره نیروی قبلی، اعضای قبلی هستند، کارهایی بکنه برای اینکه این تحقیقات رو عقب بندازه. میدونیم که همونطور که گفتید سشن رو کنار گذاشته، این زمینه است برای اینکه مولر رو که تحقیق کننده اصلی این پرونده هست رو درست کنار بگذاره. و در این حال پرونده فقط مسئله روسیه نیست، پرونده مالیاتی آقای ترامپ هست، پرونده اعتراض‌های خانم‌هایی است مثل سومی دانیلز و کسای دیگه. در نتیجه در هر مرحله ممکنه برای اینکه توجه مردم رو از اون خبر جدا بکنه دست به هر کاری بزنه. بعضی از جملات که هفته گذشته در رابطه با مهاجرین خارجی ها شهروندان آمریکای لاتین گفت، واقعا تا کنون توسط هیچ رئیس جمهوری، هیچ حاکمی در هیچ جای دنیا مطرح نشده و دلیلش در صورت منطق خود آقای ترامپه. در نتیجه احتمال داره بره پی حادثه جوهی های بیشتری، مخصوصا در این فاصله زمانی که داره. بله. در این حال موقعیت بین المللیش هم مشکلاتی داره، نه فقط وقایع در عربستان سعودی و در صورت اون چیزی که به نظر میاد دعواهای در درون عربستان هست. مهمتر از اون به نظر من در رابطه با ایران و خاورمیانه مشکلی که داره اینه که این انتخابات نشون داد، اگر نظرسنجی های مثل روزنامه های مثل هارتس درست باشه، که کلینی های مقیم ایالات متحده بیشتر به حزب همیشگیشون یعنی حزب دموکرات رو کردن. 70% اگر اشتباه نکنم دموکرات رای دادن، و این در حقیقت رابطه اسرائیل ایالات متحده خیلی خوبه، ولی رابطه مخصوص جوانانان مقیم ایالات متحده که کلیم هستن با دولت خیلی مناسب نیست تا اونجا که من میفهمم. صحیح. من قبل از اینکه حالا این رابطه اسرائیل رو یه مقدار بیشتر راجعش صحبت کنیم، می‌خواستم با آقای معینی هم در مورد صحبت کنم. یه مقدار می‌خوام راجع به عربستان بیشتر از شما بپرسم خانم میزه. با توجه به اینکه به هر حال عربستان و ایران الان در این سال‌های اخیر مسئله اصلی همدیگه هستن در منطقه، و مشخص هست که آقای ترامپ به شدت از عربستان حمایت کرده ظرف تمام دوره ریاست جمهوریش، آیا نشانه‌ای از تغییر این رویه با این تغییرات اخیر در کنگره می‌شدید یا نه؟ تغییرات در کنگره فقط میتونه فشار روحی بذاره رو این قضیه، چرا که همونطور که گفته شد در سیاست خارجی عملا دست رئیس جمهور در ایالات متحده خیلی بازه. صحیح. مشکلی که هست اینه که از این جهت میپرسم خانم میزه، بذارین باز بکنم بحثم رو. در مورد اسرائیل همونطور که گفتید میدونیم که دموکرات ها به هر حال اسرائیل در میان دموکرات ها پایگاه خودش رو داره و لابی خودش رو داره، لابی قوی هم هست. اما در مورد عربستان با توجه به اینکه اتهاماتی که در مورد عربستان مطرح است بیشتر اتهامات مثلا حقوق بشری و این گونه هست که ممکن هست برای بسیاری از کسانی که الان به کنگره راه پیدا کردن مسئله باشه، چقدر این میتونه تاثیر بگذاره؟ از این نظر درست میگید شما، و قبلا هم دموکرات ها حداقل شفاهن راجع به این مسئله زیاد صحبت کردن.
مشکل اصلی اینه که از قرار معلوم هم سیسی در مصر و هم دولت اسرائیل شدیداً دارن از بن سلمان دفاع میکنن و ترامپ تا اونجا که من میفهمم هنوز تصمیم نگرفته که به اتهام‌های موجود در رابطه با وقایع اخیر عربستان آیا بیاد بگه که توصیه کنه مثلا به پادشاه عربستان که ولیعهد رو عوض کنه، آیا برگشت برخی از کسانی که مورد غصب بودن به این معناست که پادشاه عربستان داره موضع عوض میکنه؟ اینو من نمیدونم، فقط حدسیاته. صحیح. آقای معینی نظر شما چیه؟ با توجه به اینکه به هر حال همیشه گفته میشه که در آمریکا، در سیاست آمریکا به هر حال سیاست خارجه در مرحله دوم اهمیت بسیار مواقع قرار میگیره، اونچه که مهم هست اون اتفاقات داخلی هست، فکر میکنید تا چه حد این تغییرات در کنگره میتونه روی سیاست خارجه آقای ترامپ تاثیر بگذاره؟ ببینید اینکه دموکرات‌ها موفق شدن اکثریت آرا رو در اکثریت نمایندگان رو در مجلس نمایندگان آمریکا پیدا بکنن، این در یک زمینه‌ای میتونه خب تاثیرگذار باشه روی سیاست‌های خارجی آقای ترامپ. و به طور مثال در حمایت‌هایی که از یمن انجام میشه، از عربستان در یمن انجام میشه، یه رزولوشنی توی مجلس نمایندگان هست که داره سعی میکنه که به طور مثال از این کمک آمریکا به عربستان جلوگیری بکنه. درست. ولی و خب با این قضایا راحت تره که یه فشار تازه‌ای به وجود بیاد و این قضیه پس بشه، هرچند که آقای ترامپ حق وتو داره. ولی با این اثرش رو خواهد گذاشت. ولی از سمت دیگه ما باید به سیاست خارجی مال خود آقای رئیس جمهور آمریکاست، یعنی اینکه لورج زیادی داره آقای ترامپ که کارهایی رو که دلش میخواد انجام بده انجام بده. حتی اگر اون به طور مثال در خاورمیانه این بوده که سیاست خارجی آمریکا رو درگیر و گریبان و بده به عربستان سعودی و اسرائیل. صحیح. آقای معینی، بحث اصلی به هر حال نگرانی عمده در مورد خاورمیانه همیشه این هستش که آیا احتمال یک جنگ وجود داره. در حال حاضر وجود نداره، صحبتش نیست الان، ولی اگر چنین بحثی مطرح باشه آقای ترامپ به کدوم بخش از کنگره احتیاج داره برای اینکه تایید بگیره؟ خب اینکه 100% سنا باید قبول کنه و خب و مجلس نمایندگان هم هست. البته آقای ترامپ 100% کسانی رو داره در سنا و امروز سنا خیلی بیشتر بهش بیهولدن هست و مثل سناتور مارکو روبیو و همین تد کروز که موفق شد در کرسی خودش رو نگه داره، این بخش نیو کانسرواتیو یک شاخه‌ای از ریپابلیکن ها که شاخه‌ای از جمهوری خواه که نیو کانسرواتیو محسوب میشن، اینها همیشه طرفدار جنگ و عملیات شدید بر علیه ایران هستند. و این هم اشاره بکنم که سیاست خارجی آمریکا و حتی سیاست داخلی غیر از کنگره و قوه مجریه که کاخ سفید یا رئیس جمهور باشه که دو مستقیما مؤثرن در سیاست گذاری، سه عامل غیر مستقیم داره که اون سه عامل غیر مستقیم بسیار تاثیرگذارن، هرچند که نه رأی بهشون داده میشه نه هیچی. یکی اندیشه کده ها هستن یا تینک تنگ ها، یکی دیگه لابی ها یا گروه های فشار هستن که حالا به اسپیشال اینترست مربوط میشن، و شماره سه هم رسانه ها هستن که در آمریکا با اینکه رسانه ها اکثرا دولتی نیستن ولی غیر انتفاعی هم نیستن و اینا باز هم برمیگردن به شرکت‌های مادری دارن که و منافع سهامداران و اینها هست که باید اونا رو هم نگه دارن. یعنی یک اکوسیستم بسیار پیچیده‌ای هست که کسانی که بلد هستن که چگونه در واقع این فضا رو مانیپولیت بکنن میتونن سیاست‌های آمریکا رو به اون سمت و سویی که دلشون میخواد ببرن. و فکر می‌کنم آقای ترامپ تونسته؟
ببخشید نشده. عرض کردم فکر میکنید آقای ترامپ تونسته این کار رو بکنه؟ چه کاری رو بکنه؟ همین که مانیپولیت بکنه سیستم رو و بتونه اون چه که میخواد از این سیستم بگیره. آقای ترامپ که خب با مهارت بسیار زیادی داره، متبحر کلن در مانیپولیت کردن و عوض کردن، تغییر دادن سرخط خبرها و سرفصل‌ها. یعنی ایشون یکی از دلایلی که باعث میشه که البته نظر شخصی منه که بتونه مثلا همین انتخابات سنا رو که خیلی انتظارشو داشتن که دموکرات‌ها بسیار بهتر از این جوری که عمل کردن عمل بکنن، یکی از دلیل‌هاش این است که آقای ترامپ یک موضوع رو میتونه بگیره و اون رو به جوری در واقع در بوق و کرنا بکنه و اینقدر جنجالی باشه که رسانه ها رو مجبور کنه که درباره‌اش صحبت بکنه، ولی اون موضوعی هست که ایشون دوست داره درباره‌اش صحبت بکنه، مثل موضوع کاروان مهاجرینه. و غیر از اون هر موقعی که ایشون احساس بکنه که در واقع کانورسیشن ملی یا گفتمان ملی به در مسیر فکری ایشون یا در مسیر منافع ایشون حرکت نمی‌کنه، سریعاً ورق رو برمیگردونه و رسانه ها و لیبرال ها تا به امروز نتونستن کاری رو با این حربه انجام بدن و در واقع ترفندی بیاندیشن. همین قضیه آقای جف سشنز خودش یکیه، یعنی ایشون نه تنها سنا رو نگه داشت ولی اصلا کلن حتی اون مسئله مجلس نمایندگان رو که خب یک بردی محسوب میشد برای دموکرات ها، اون رو سریع از بین برد با اینکه به دلیل اینکه تونست آقای سشن رو مجبور به استعفا بکنه دقیقا روز بعد از انتخابات. در واقع منظورتون این هستش که این خبر روی اون خبر رو گرفت، این خبر آقای سشن بله، روی اون خبر رو گرفت. بله. خبرها هر هفته روی هم عوض میکنه. بله آقای غفوری، بحث اینکه آقای ترامپ چقدر وارد هست با رسانه ها به نوعی کار بکنه، اینکه با رسانه‌های سنتی بسیار تند و بد اخلاق هست، همین دیروز نمونهش بود، ولی از طرف دیگه از رسانه‌های مدرن، از رسانه‌های مجازی مدرن خیلی بیشتر استفاده می‌کنه، شبکه‌های مجازی، چقدر به او کمک کرده؟ این بخشی از جامعه آمریکا که معمولاً علاقمند به اون چیزی هستند که او میگه، چقدر توی اون فضای مجازی هستند، چقدر مشتری رسانه‌های سنتی هستند؟ ببینید، اول یه نکته خیلی کوتاه در مورد سوال قبلیتون بگم. رئیس جمهور آمریکا اول حمله میکنه، چون تفسیری که در مورد یا حمله، منظورم حمله کامل نیست، میخواد یک کار نظامی بکنه، بعد کنگره رو در جریان قرار میده، چون تفسیری که تو قانون اساسی آمریکا هست در مورد اینکه رئیس جمهور باید اجازه بگیره یا نگیره، دو تا تفسیره، یه عده میگن باید بگیره، یه عده میگن نباید بگیره. ما هم آقای بیل کلینتون هم آقای جورج بوش در سالهای 98 و 2002-2003 اول حمله کردن، بعد طی نامه کنگره در جریان قرار داد. کسی که نکرد اوباما بود در سال برای روز سوریه در سال 2014، فکر کنم که در نهایت هم کنگره مخالفت کرد. این در مورد اون نکته. در مورد صحبتی که شما کردین، ببینید آقای ترامپ یه تخصص خوبی که داره اینه که تخصصی که به نفعش عمل میکنه، اینه که میاد یک موضوعی رو تعریف میکنه، رسانه ها رو میبره دنبال این موضوع بحث کردن. این موضوع ممکنه یه حرف دروغ باشه، ممکنه مثلا بگه آقا امروز الان هوا مثلا با آفتابی باشه، بگه الان هوا بارونیه، بعد شما صبح تا شب میبینید CNN و MSNBC و بعضی موقع CPS و اینا دارن صحبت میکنن که اثبات بکنن که آقای ترامپ هوا مثلا آفتابی نیست، مثلا بارونیه، شما اشتباه میکنید. و موضوعات دیگه‌ای که موضوعات واقعی ممکنه باشه رو در قبال این موضوع به قول ما تحت شعاع قرار میده. این تخصص آقای ترامپ و به نظر من خیلی خوبم با رسانه‌های آمریکایی داره اینجوری بازی میکنه، از زمان انتخابات تا به امروز. توجه کنید در زمان انتخابات یه تحقیقی شده بود در مورد میزان کاورج رسانه‌ای که آقای ترامپ گرفته، چون شما زمان انتخابات کمپینا برای اینکه کاورج بگیرن خب دوست دارن باید پول بدن، خیلی موقع شما ادای تبلیغاتی میذارید. کاورجی که آقای ترامپ با از طریق همین بحث ها، ایجاد بحث هایی گرفته به صورت مجانی، هی اسمش اومده حالا یا موافق یا مخالف، بالای 1 بیلیون دلار بوده. یعنی ارزش این اتفاقی که به نفع آقای ترامپ شده،
این چیزی که آقای ترامپ استفاده میکنه. در مورد این بحث رسانه هایی که مطرح کردید، آقای ترامپ از توییتر استفاده میکنه، یعنی مهمترین منبع رسانه‌ای آقای ترامپ از توییتر. من فکر میکنم به خاطر اینکه اصلا با توییتر راحت بوده، قبلا توییت میکرده، خب موفق شده، اونم داره ادامه میده. اینکه یک کمپین به قول معروف جدای مشخص، خود آقای ترامپ دارم میگم، منظورم حزب جمهوری خواه یا حزب دموکرات است، خود آقای ترامپ در مورد اینکه یک برنامه مشخص داشته باشه که به عنوان مثال از شبکه‌های اجتماعی چطور استفاده می‌کنه، شخصاً ایشون نداره. یعنی برنامه‌ریزی نمی‌کنه، ولی به هر حال نه، این شخص کار آقای ترامپ درسته. منظورم اینه که برنامه‌ریزی نداره برای این کار، ولی به هر حال صبح به صبح میشه یه توییتای می‌کنه که کل دنیا رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده دیگه. به هر حال الان میشه گفت مهم‌ترین سیاستمدار جهان آقای ترامپ. چطور این تأثیر داخلی داشته؟ آیا این فضایی که او ایجاد میکنه به نفع او تمام شده؟ آیا این نتایجی که الان میبینیم؟ چون از یه طرف از این نظر میپرسم آقای غفوری، اگه بخوام دقیق تر بگم، خیلی ها میگن، همون بحثی که قبلا با آقای معینی صحبتش شد، خیلی ها ممکن هست بسیج شده باشن، بخش از طیف هایی که مخالف نظر آقای ترامپ هستن بسیج شدن در این دور از انتخابات، طیفای اقلیت ها، زنان، گروه های مختلف اجتماعی که احساس میکنن صداشون در دولت آقای ترامپ شنیده نمیشه بسیج شدن. فکر میکنید آیا این به نفع آقای ترامپ هست در دراز مدت؟ چون من میخوام بعد از این بحث 2020 رو مطرح بکنم. خب موافقاش هم بسیج شدن. ببینید اتفاقا یکی از بحث هایی که میکردن در مورد اومدن اوباما توی انتخابات، میگفتن اومدن اوباما درسته که باعث میشه بخشی از حزب دموکرات رو به قرار اینگیج به مشارکت تشویق کنه، اما اون بر یعنی رقیبش رو هم تشویق میکنه که بیاد در مخالفت با اوباما توی انتخابات شرکت کنه. و همین اتفاق واسه آقای ترامپ هست. یعنی درسته که این حرف رو در مورد آقای ترامپ میزنید. ببین انتخابات امسال یه تفاوت دیگه با انتخابات گذشته هم که داشته اینه که ما به طور معمول میگن مثلا میزان این ادعای نادرست مطرح میشه که میگن اگر مشارکت بالاتر بره دموکرات‌ها برنده میشن. خب این ادعا نادرسته، به خاطر اینکه ما بیشترین مشارکت رو مثلا توی انتخابات میان دوره طی سال اخیر سال 2010 داشتیم که جمهوری خواه برنده شدند. درستش اینه که میزان مشارکت هر چقدر بالاتر بره، حزب رقیب رئیس جمهور در انتخابات میان دوره شانس بیشتری داره. اما تو انتخابات امسال اولین از معدود انتخابات هایی بود که توی تفاوت میزان اشتیاق به مشارکت بین جمهوری خواه و دموکرات ها تفاوت معنیدار آنچنانی نسبت مثل سال 2010 به نفع جمهوری خواهان یا 2006 به نفع دموکرات ها نداشت. ما این رو یه ایالتی مثل فلوریدا، ایالتیه که دو داره به باراک اوباما رای داد توی در گذشته، ما توی این انتخابات میبینیم که نلسون، این انتخابات 2016 که آقای مورفی قرار بود سناتورش بشه، سال مثلا جون 2016 که آقای روبیو هم گفته بود نمیاد، قرار بود دو تا سناتور دموکرات داشته باشه تا سال 2018، ولی الان میبینیم از اون ور که آقای روبیو اومد مورفی شکست خورد، در سال امسال هم آقای نلسون که سناتور مستقر هست میاد به گاورنر مستقر انتخابات رو میبازه. یعنی شما اون بخش قضیه که بخ آقای ترامپ اگر میخواد موفق بشه، درسته که یک مقداری خشم در میان مخالفا برمی‌انگیزه، بله، اما در میان موافقای خودش هم میتونه اون مشارکت رو افزایش بده. و ما میدونیم تو آمریکا همه چیز در مورد مشارکته، چون ما 90% کسایی که دموکرات هستن به حزب دموکرات رای خواهند میدن و 90% کسایی که جمهوری خواه هستن به حزب جمهوری خواه رای میدن. بتونین شما میزان مشارکت رو به خصوص در انتخابات پرایمری یا انتخابات میدترم الیکشن که افراد حزبی بیشتر رای میدن، بتونین مشارکت رو در میان طرفداران خودتون افزایش بدین، انتخابات رو بردین. حالا موفق کامل نبوده برای مجلس نمایندگان، همونطور که اولش توضیح دادم چیز عجیبی نیست، همیشه در طول سالهای گذشته همچین اتفاقی افتاده که حزب رئیس جمهور شکست خورده به قول معروف به صورت معمول. ولی خب مجلس سنا هم تونسته اولا اون 4 تا ایالتی رو که دموکرات بودن هر 4 تا رو بگیره، میزوری، نورس داکوتا، فلوریدا و یه ایالت دیگه و خب به قول معروف از این موفق بود از اون موفق. بله، من میخوام از آقای صمد اینجا بپرسم، چون شما هم اشاره کردید به 2020، صحبت آقای غفوری رو شنیدید، ولی همزمان مثلا در بعضی از رسانه‌ها، من امروز در الجزیره مطلبی خوندم که نوشته که این نتایج، هم با اینکه آقای ترامپ میگه این پیروزی من هست و خیالم راحت کرده برای 2020 به نوعی در صحبتاش،
او رو با مشکل عمده در سال 2020 روبرو میکنه. با توجه به این که آمار ارقام میده، اگه بخوام دقیق تر بهتون بگم، میگه او در این انتخابات در واقع در دور قبل در 2016 حدود 2% مجوریتی داشت، یعنی رأی خانم کلینتون اکثریت داشت، که البته با توجه به شرایط رای گیری در آمریکا اون معنای معمولش رو پیدا نکرد. اما الان این تقریبا رسیده به 6% با توجه به این آرا. آیا واقعا این رو باید زنگ خطری ببینه آقای ترامپ یا نه؟ من یقین دارم که خیال آقای ترامپ راحت نیست. در این ارقام نشان میده که اکثریت مردم موقف گیری جدی‌تر دارن بر علیه پالیسی های آقای ترامپ، و در عین زمان همین دو قطبی شدن جامعه سیاسی امریکا که آقای ترامپ فکر میکرد که منافش تمام شوه، امکان دارد در سال 2020 به ضررش تمام شود. همین سیاست هویتی پیش برد سیاست هایی که انقسام را بیشتر می سازد و جامعه امریکا را بیشتر بین سفید و متباقی مجزا می سازد و بیس سفید و نژادی خود را می خواهد که از او طریق اعمال نفوذ بکنه و اصل قدرت در همین بیس سفید نژادی خود می پنداره. اینا همش به فکر می کنم که واکنش های زیادی را از طرف نه تنها ایده سفید پوست ها در امریکا، ولی همچنان تمام این طبقات اجتماعی و اقلیت های مختلفی که وجود دارند برمی انگیزه و یک اندازه همه را وامی دارد تا در موضوعات سیاسی بیشتر سهم بگیرد. ببینید سهم مردمی در سیاست در امریکا رو به افزایش است. بعضی ها نفع میرسانه بر بعضی ها نقص میرسانه. ولی آقای صمد، شنیدی صحبت آقای غفوری رو و هم تا آقای معینی؟ اینها نظرشون این هستش که به هر حال ممکن هست که این طرف رو بسیج کنه، ولی اون طرف طرفدارای آقای ترامپ رو هم بسیج میکنه به نوعی. بله یقینا که طرفدارای آقای ترامپ با موضوع نژادی میسازه بیشتر از حد معمولش، ولی من فکر میکنم که مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه امریکا با من نظر داشت سیاست هویتی را که آقای ترامپ پیش گرفته و دو قطبی شدن جامعه سیاسی امریکا، اینا من فکر میکنم در خلال دو سال آینده به نفع آقای ترامپ نخواهد بود. ولی آقای ترامپ معلوم دار محاسبش برعکس است، فکر میکنه که میتونه که از این بیس سفید و نژادی خود استفاده از این ببره و بتوانه که در 2020 کامیاب شه. ولی من فکرم در این زمان بسیج مخالف آقای ترامپ اینا هم دست به کار شدن و این انتخابات دروز خب نشان داد که میزان مشارکت بیشتر شده و به نفع آقای ترامپ نیست. خانم میزر، این بحث 2020 از این نظر مهم هست که بسیاری در جامعه بین الملل اون روز رو در واقع اون سال 2020 رو به عنوان یک نقطه عطف میبینن، فکر میکنن که ما حالا دو سال دیگه با این کارهای آقای ترامپ کنار میاییم، حالا اونایی که مخالفش هستن دیگه دقیقاً. بعد بالاخره این میره یکی دیگه میاد جای این که میشه باهاش یه جوری وارد گفتگو شد. حالا آقای ترامپ آدم ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه، در بعضی موارد برای بسیاری از سیاستمداران جهان سخت باشه معامله کردن با او، ولی اگه او بره یکی دیگه میاد جای او که شاید راحت تر باشه. آیا واقعا چنین چیزی دیده میشه با توجه به تقسیمات اجتماعی که ما الان صحبتش میکنیم در آمریکا؟ به نظر من خیلی سخته و نباید رو این حسابی باز کرد، ولی دو سه نکته رو میخواستم یادآوری کنم. یکی این که این انتخاباتی بود که نظرسنجی ها درست دقیق پیشبینی کرده. پیشبینی هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری‌خواه این بود که سنا رو نمیبرن و نبردن. نوع کرسی ها اصلا نوعی نبود که دموکرات ها بتونن پیروز بشن. اینی که از دست دادن منفیه براشون، ولی برنامه‌شون نبود که سنا رو امیدی نداشتن. و پیشبینی درست بود. در حقیقت اگه شما انتخابات 2016 رو مقایسه کنید، این به نوعی اونجوری بود که فکر میکردن. در رابطه با نوع کار تبلیغاتی آقای ترامپ و هوادارانی که جمع میکنه، من فکر میکنم در سطح دنیا
مسئله فراتره از این. برای خیلی ها در اروپا این سوال پیش اومده که در پیشرفته ترین کشور سرمایه‌داری جهان چرا سطح آگاهی سیاسی اینقدر پایینه که آقای ترامپ به گفته مهمان شما روز بارانی میگه آفتابیه و کلی آدم هم میگن درسته این حرف. و این به نظر من برای هر کشوری که بخواد موقعیت خودش رو به عنوان ابرقدرت یک نظام جهانی حفظ کنه مسئله مثبتی نیست. علاوه بر اون در این دو سالی که در پیش داره با وضع انتخاباتی که پیش اومده ما شاهد شکایت‌های جدید خواهیم بود، نه فقط در رابطه با مالیات، مسئله روسیه، این خانم‌هایی که بودن غیره. من فکر می‌کنم اونچنان برای خودش دشمن هم ایجاد کرده که دردسرهای قابل پیش‌بینی نشده ای هم خواهیم داین داشت. ولی با این همه من فکر میکنم هیچ کس نباید روی 2020 حسابی باز کنه، همونطور که اولی گفته. آقای معینی، شما تو بحثاتون اشاره کردین، الان هم به نوعی در بحثی که خانم میزر مطرح کردن بود، این نگرانی که به هر حال این شیوه هایی که الان در آمریکا داره اجرا میشه، این حالت پوپولیستی و در واقع دو قطبی که ایجاد شده، ممکن هست که کلن به کلیت نظام سیاسی آمریکا صدمات جبران ناپذیری بزنه. شما گفتید که خیلی ها ممکن حتی در پنتاگون صحبت شون کنن و نگرانند. نظر شما راه حلشون چی هست؟ با توجه به اینکه این شیوه انگار که در تمام دنیا الان داره جواب میده، خیلی دیگه از کشورها هم با این شیوه های پوپولیستی سیاستمدارا دارن رأی میارن. خب این یک سوال بسیار بسیار به قول آمریکایی میلیون دلار کوشن که شما چجوری میتونید، برای همین از شما پرسیدم، یک کشور رو این یک ببینید انسجام ملی یا نشنال سولیداریتی و این داشتن همبستگی و یک پارچگی و وحدت ملی یک چیز بسیار مهم هست کلن برای کشورها و به خصوص برای کشورهایی که خودشون رو سیستم دموکراسی میدونند. برای اینکه شما اگر که به یه حالت وحدت شخصیتی و وحدت ارزشی نداشته باشید و از یک در واقع از طریق یک جهانبینی دنیا رو نبینید، شما نمیتونید که در مسائل مختلفی که خب گوناگون خواهند بود با هم و شاید جایی برای تفاهم باشه به تفاهم برسید. برای که شما همیشه نفر دیگر رو از خود به دور و بیرون از قبیله و قوم خودتون میبینید و این باعث میشه که حرفهای این طرف مقابل رو جدی نگیرید. من که برگردم به بحثتون که بحث 2020 بود، من فکر میکنم که اگر که روال به همین گونه پیش بره، آقای ترامپ تو این دو سال برخلاف اون چیزی که انتظارشون میرفت، انتخابات سنا نشون داد که ملی تر بود. به نظر من نشون میده که این همه پرسی که دموکرات‌ها به دنبالش بودن توی بسیار به نظر من ترامپ بهتر عمل کرد و این یعنی که موقعیت خودش رو نه تنها از دست نداد که اون جمهوری‌خواها که با ایشون بودن بیشتر امروز با ایشون هستن شاید حتی از دو سال پیش. و به نظر من دموکرات ها برای سال 2020 مسیر سختی رو دارن، باید یک کاندیدای درستی رو در واقع معرفی بکنن و این الان مشخص شده که جمهوری خواها یعنی جمهوری خواهی و ریپابلیکانیزم یعنی ترامپ، ولی در اون سمت یعنی در بین دموکرات ها و لیبرال های پیشرو و پروگرسیو مشخص نیست که واقعا سردمدار آنها کیست. و این قضیه‌ای که به مشکل ایجاد خواهد کرد، برای اینکه عقاید که در خود حزب دموکرات وجود داره درباره اینکه چه بکنیم و چه نکنیم بسیار هست. به طور مثال سر این قضیه استیضاح میتونیم اونو ببینیم. بله. خب گروه‌هایی هستن که به دلایل احساسی بسیار دوست دارن که استیضاح انجام بشه، اما یه گروه دیگری هم هستن که خب حالا به دلیل مصلحت سیاسی، به دلیلی که آینده نگرتر هستن و 2020 براشون مهمتر هست، این کار اینو باور ندارن. یعنی این اینترنال دیبیت ها وجود داره. متشکرم از شما، متشکرم از هر چهار مهمان این برنامه، خانم میزر،
آقای صمد، آقای معینی و آقای غفوری. متشکرم که در این بحث شرکت کردید. و ممنون از شما که با این صفحه دو همراه بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه. شناسه توییتر ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک این پادکست بشید. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم قرار میگیره، facebook.com/bbcpage2. نظراتتون رو در اون صفحه میتونید بنویسید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.